به نام یاد خداوند خوبی ها سلام و عرض احترام دارم حضور شما بیننده های خوب تلویزیون جهانی معراج. امید است که خوب و خوش و سرحال باشیم در هر کجایی که قرار داریم و شما را خوش آمدید میگم به یک دیگر از سلسله درس های سواد آموزی از طریق دریچه معراج. امید است که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و از داشته های برنامه استفاده نمایید. عزیزانی که کدام نظر دارم میشه که نظریات نیک و سازنده خود را با ایدی تلگرام که زیرنویس صفحه تلویزیون شما خوبان قرار میگیره بر ما ارسال کنم. و تعداد از دوستان و عزیزانی که فرصت به تماشا کردن تلویزیون ندارم میشه که درس‌ها را از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم تا از درس سواد آموزی عقب نمانم. عزیزان بیننده، مانند جلسات قبل از اینکه ما و شما درس جدید شروع کنیم یک مرور کوتاهی با هم دیگر داریم به درس گذشته. ببینیم که شما سواد آموزان عزیز آیا درس گذشته را خواندیم، تکرار کردیم، کارخونگی را انجام دادیم؟ عزیزانی که در خانه از شما املا گرفتم یا خیر؟ امید است که حتما لغت‌ها را قشنگ از بر کرده باشیم و برای لغت‌هایی که در اخیر درس به شما عزیزان داده شد جمله نوشته کرده باشیم و همچنین شما راهنمایی کرده باشم. بیننده عزیز، ما و شما در این برنامه فقط یک سلاید دیگه هم داریم از کلمات حرف زال، بعد با همدیگر حرف زا یا زاید صدا را شروع میکنیم. امید است که درس کمی منظمتر تعقیب کنیم، چون کلماتی که در حرف زا قرار داره زاید صدار کمی کلمات مشکل تره، پس بناهن وقت بیشتر مایه، بعد بیشتر وقت بگذاریم، بیشتر تکرار کنیم و بیشتر از این جملات و لغات بنویسیم تا این لغات هم قشنگ یاد گیریم. میریم به هم دیگر عنوان درس خود مینویسیم، شام کتابچه و قلم داشته باشیم و پیش تلویزیون نشسته باشیم که انشالله از درس عقب نمانیم. عنوان درس ما و شما عزیزان بیننده بازم هست کلمات مشابه، کلمات مشابه، مشابه حرف زاید. اگر عزیزان بیننده کدام زا؟ زاید استدار یا تا و زا که ما و شما میگیم. خب یک سلاید دیگه ما و شما از حرف زال داریم، ایره با هم دیگر میخونیم، تکرار میکنیم، بعد میریم کلماتی که با حرف زاید صدار شروع میشه با هم دیگر میخونیم و شما عزیزان هم باید تکرار کنیم و بنویسیم. خب کلمات مشابه حرف زال، لغت معنی ذات، اصل، یگانه، ذائقه، مزه، ذبیح الله، اسم، ذخایر، اندوخته ها، پسنداز، ذخیره، اندوخته، پسنداز. ذات، اصل، یگانه، یعنی ذات، ذاتن میگیم باید ما و شما فلان کار را به شکل درست انجام بدیم. خود ذات به معنای چی؟ اصل، یگانه. ذائقه، مزه، غذا را میخوریم، تست میکنیم، میگیم ذائقه بسیار خوبی داره، یعنی مزه بسیار خوبی داره. ذبیح الله، اسم افراد و اشخاص، ذبیح الله. ذخایر، اندوخته ها، پسنداز، ذخایر، اندوخته ها، چیزی ما پسنداز میکنیم یا علم کسب میکنیم، چیکار میشه؟ به اندوخته ها ما زیاد میشه یا میگیم مبلغ پولی ما و شما پسنداز میکنیم، ذخیره میکنیم. خود ذخیره به معنای چی؟ پسنداز کردن، اندوخته، ذخیره، پسنداز، ذخایر هم همچنین پسنداز ها شکل جمع. یک مرتبه دیگه لغات رو تکرار میکنم عزیزان، شما میشه که تکرار کنیم. ذات، اصل، یگانه، ذائقه، مزه، ذبیح الله، اسم، ذخایر، اندوخته ها، پسنداز ها، ذخیره، اندوخته، پسنداز. از این لغات عزیزان بیننده عکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم که با هم دیگر بریم کلمات حرف زا را در سلاید بعدی شروع کنیم. خب
دوستان نهایت عزیز داریم کلمات مشابه حرف زا زاید صدار لغت معنی اظهار بیان کردن تظاهر نشان دادن ظاهر آشکار حافظ اسم حافظه زن اظهار بیان کردن میگیم فلانی در اظهارات خود چنین گفت یعنی در بیانات خود در سخنان خود اظهار کردن به معنای چی؟ بیان کردن کدام موضوع یا کدام مسئله تظاهر نشان دادن تظاهر نشان دادن ما نباید تظاهر کنیم که یک انسان خوبیم بعد ما دقیقا در ذات یک انسان خوب و مفیدی باشیم خود تظاهر نشان دادن ظاهر آشکار اسمم هست عبدالظاهر ظاهر احمد یا ظاهر جان ظاهر آشکار واضح حافظ اسم حافظ معنای چی؟ اسم محمد حافظ حافظه ذهن فکر ذهنی حافظه نمیگیم فلانی حافظه بسیار خوبی داره زود درس یاد میگیره حافظه به معنای ذهن یک مرتبه دیگه لغت رو تکرار میکنم اظهار بیان کردن تظاهر نشان دادن ظاهر آشکار حافظ اسم حافظه زین عزیز سلایدم دوستان نایت عزیز عکس بگیریم یا این رو یاد داشت کنیم که با هم دیگر بریم در سلاید بعدی ادامه کلمات مشابه حرف زایر با هم دیگر بخوانیم و تکرار کنیم بازم در ادامه کلمات مشابه حرف زا قرار داریم لغت معنی داریم حفظ نگهداری کردن حفیظ اسم حفیظم اسم ظالم ظلم کننده ظالمانه بیرحمانه حفظ به معنای چی بود از جان نگهداری کردن چیزی ما و شما نگهداری میکنیم یا میگیم الله ما رو حفظ کنه یعنی الله ما از مشکلات و بلاهات ما در امان نگه داره حفیظ اسمه اسم کینه؟ اسم آقایون حفیظ الله حفیظه که شد برای خانم ها استفاده میشه ما و شما در قسمت نام نویسی هم این نکات گفتیم حفیظه اسم اسم کی؟ اسم مؤنث یا برای خانم ها استفاده میشه ظالم ظلم کننده کسی که ظلم میکنه در حق دیگران میخوره یعنی از خدا نمیترسه او چیکاره ظالمه در حقیقت ظلم کننده ظالمانه بیرحمانه کسی با یک انسان با یک دوست با یک برادر خود بیرحمانه رفتار میکنه یک عمل ظالمانه داره از خدا نمیترسه پس چیه؟ دقیقاً عمل از او عمل ظالمانه یعنی بیرحمانه رم و شفقت و مهربانی نداره با هم دیگر لغات رو تکرار میکنیم داریم حفظ نگهداری کردن حفیظ اسم حفیظم اسم ظالم ظلم کننده ظالمانه بیرحمانه عزیزان بیننده عزیز سلایدم یادداشت کنیم و یک عکس بگیریم که بریم سلاید بعدی رو با هم دیگر بخوانیم بازم کلمات مشابه حرف زاید صدار قرار داریم لغت معنی ظفر پیروز شدن ظاهراً آشکارا ظرافت زیبایی ظلمت تاریکی ظلمات تاریکی ها ظفر پیروز شدن کامیاب شدن ما کدام کاری را انجام میدیم میگیم دقیقاً ظفر شدیم یا اینکه پیروزی شد پیروز شدیم یعنی چی یعنی کامیاب شدیم اسمم میتونه بیننده عزیز باشه ظفر احمد طاق ظفر ظاهرا آشکارا میگیم ظاهرا ما درس تکرار کردم یعنی به صورت واضح و آشکار ظاهرا میگیم سواد آموزی برای ما بسیار مؤثر واقع شده اما باید خیلی و خیلی تکرار کنیم که تا بر واقعیت لغات حفظ شه ان شاء الله که در آینده ما یاد شما عزیزان نره
ظرافت زیبایی ها، ظرافت زیبایی ها. میگیم باید ما نکات ظریف و ظرافت در سرم متوجه باشیم. ظلمت به معنای تاریکی، تاریکی ظلم کردن، ظلمات که هست به شکل جمع تاریکی ها. باید ما و شما درس بخوانیم، علم بیاموزیم تا زندگی خود از این حالت تاریکی بیرون کنیم و یک آینده روشن و درخشان داشته باشیم. دوباره تکرار میکنم لغت ها را عزیزان، داریم ظفر به معنای پیروز شدن، ظاهرا آشکارا، ظرافت زیبایی، زیبایی، ظلمت تاریکی ها، ظلمات تاریکی ها، ظلمت تاریکی، ظلمات تاریکی ها. از این سلایدم بیننده های عزیز عکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم که بریم سلاید بعدی رو با هم دیگر ادامه بدهیم. خب ادامه لغات های حرف زار با هم دیگر میخوانیم. داریم زور چاشت، میانه روز، انتظار چشم برا بودن، نظم ترتیب، عظمت بزرگی، عظیم بزرگ. زور چاشت، نمیگیم زور شده، چاشت شده از 12 بعد، نیمه روز یا چاشت زور. انتظار چشم برا بودن، میگه ما انتظار داریم تا فلانی از سفر برگرده، یا انتظار دارم که در آینده درس خیلی خوب و عالی یاد گیرم. انتظار به معنای چشم برا بودن، منتظر بودن. نظم ترتیب، هر چیز از خود یک نظم داره، خداوند جهان با نظم آفریده. پس ما و شما باید در کارهای روزمره و زندگی خود بسیار یک نظم خوبی برای آنها بدیم. داریم عظمت بزرگی، خداوند چیه؟ عظیمه، بزرگه، عظمت داره. خود عظیمم به معنای چی؟ به معنای بزرگ. عظیم به معنای بزرگ، اسمم میتونه بشه عبدالعظیم، محمد عظیم، عظیم جان، عظیم بزرگ. یک مرتبه دیگه لغات رو تکرار میکنم. داریم زور چاشت، میانه روز، انتظار چشم برا بودن، نظم ترتیب، عظمت بزرگی، عظیم بزرگ. از این سلاید هم بیننده های عزیز عکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم لغاتر که با هم دیگر بریم موارد بعدی مطالعه داشته باشیم. خب دوستان عزیز، ما و شما داریم کارخانگی، ما و شما بازم جمله بسازید. جمله بسازید به این لغات مانند جلسات قبل. جملات بسیار پرمفهوم، پرمعنی و قشنگ می نویسیم. داریم لغت، داریم عزیزان خود حذف. لغت بعدی ما و شما هست انتظار. انتظار لغت بعدی ما و شما از زن بیننده داریم ظرافت. ظرافت لغت بعدی ما و شما داریم ظلمت، ایالت پیش بر خود میگیره. لغت بعدی ما و شما هست حفظ. لغت بعدی ما و شما اظهار. اظهار معنای بیان. خب عزیزان، داریم حذف به معنای چی بود؟ از بین بردن یا از بین رفتن، که به جلسه قبلم ما و شما این لغت کارخانگی داشتیم. اینجا ما آوردیم، یکی داریم حذف، یکی داریم حفظ. حذف از بین بردن، از بین رفتن، پاک کردن. حفظ به معنای چی؟ نگهداری، نگهداری یا نگهداری کردن. حفظ انتظار، منتظر شدن یا چشم برا بودن. ظرافت زیبایی یا باریکی. ظلمت تاریکی.
داریم حفظ در امان نگهداری اظهار هم به معنای بیان کردن. این رو شماره گذاری میکنیم. داریم حوال، زوال، فوال، داریم ایدوم، نوال، تاول، زاشارم، ریم اول، داریم زی، دوم را، چارم، فوال، تیول، داریم زو، سوم، لعول، معول، تیول، داریم حفظ اول، بخشیم حفظ دوم، زم اول، اه دوم، زوال، هام، چارم، ری اول، اظهار بیان کردن. حذف، انتظار، ظرافت، ظلمت، حفظ، اظهار. بینندگان عزیز، سواد آموزان گرامی، از این لغت ها مانند جلسه قبل برای هر کدام یا یک جمله دو جمله قشنگ می نویسیم. این لغت ها رو بیشتر تکرار کنیم به دلیل از این که ما و شما در این برنامه کلمات حرف زا زاید استدا رو با هم شروع کردیم. کمی کلمات مشکل تره بیندای عزیز، پس بناهن بعد بیشتر وقت بگذاریم، بیشتر تکرار کنیم. جایی که مشکل میخوره میشه که از دوستا و عزیزایی که در خانه از اینو کمک بگیریم و شما راهنمایی کنم در قسمت نوشتن و گرفتن املا و انشا شما. تا برنامه بعد، جلسه سواد آموزی بعد، خدا نگهدار شما عزیزان.